عوام فریبانند که خوشایند تو رو بر مصلحت تو ترجیح میدند. توجه میکنید؟ ببینید اگر یه مرد بچه دزدی تو خیابان بر بخوره به پسر بچه من، مسلماً 4 تا شکلات بهش میده، مسلماً میگه بیا با هم بریم سینما، مسلماً میگه که بیا بریم با هم توی کافتریایی. خوشایند بچه‌مو براش تحصیل میکنه و بعد بچه ممکنه گمان بکنه که این چقدر از پدر من به من مهربان تره، چون پدر من هیچ وقت هم چی کاری با من نمیکنه. اما نمیدونه که این یه خوشایند تو رو داره تقدیم تو میکنه برای اینکه یه مصلحتی رو از تو چیکار بکنه، در واقع بگیره. ولی من هیچ وقت این کار نمیکنم. من به محض اینکه این شکلات رو دست بچه‌م دیدم از دستش میگیرم و پرتاب میکنم، 2 تا سیلی هم تو گوشش میزنم که چرا با یه همچین مرد بیگانه ای تو رفت و آمد کرده ای. مسلما خوش آیندش نیست سیلی خوردن و از دست دادن 4 تا شکلات، ولی من عاشق بچه‌م، اون که خوشایند بچه‌م مرجح کرده بر مصلحت بچه‌م، اون چیزی جز یه دغلکار یه فریبکار نیست. سیاستمداران هم میتونن. من اگر رئیس جمهور عاشق ملت خودم باشم، سرمایه هایی رو که ثروتی رو که این ملت داره اینو صرف میکنم برای ایجاد کار، برای ایجاد کارخانه، برای ایجاد دامپروری قوی، کشاورزی قوی، صنعت قوی، تجارت قوی، خدمات قوی. اما اگه و این البته چی خواهد بود؟ این به مصلحت مردم هم خواهد بود. اما البته ما 40,000 تومان در خونه هر کسی نمیدن. عوام الناس چون خوشایندشون رو با مصلحتشون نتونستن تطبیق بدن، و خوشحالن از رئیس جمهوری که این 40,000 تومان رو در خونهشون میده و نمیفهمن چه خیانتی، چه ظلم عظیمی داره در حقشون مرتکب میشه. و نگاهشون به این درست مثل همون بچه ایست که نگاهش به این 4 تا شکلات ایست که اون بچه دوز یا اون عرض میکنم که آدم هرزه داره. نمیفهمه که اگر تو کارخانه پیدا کنید کشوره، دامپروری قوی پیدا کنی، کشاورزی قوی پیدا کنی، صنعت قوی پیدا کنی، خدمات عالی پیدا کنی، 100 برابر این 40,000 تومانی که در ماه در خونت میدن تو سود میبری. تو اجازه بده این پول رو به تو ندن. ولی وقتی که رئیس جمهوری پوپولیسته، وقتی عرض میکنم کسی عوام فریبه، خب همین کار رو میکنه و همه هم فکر میکنن این چقدر بهتر از رئیس جمهور قبلیه و چقدر بهتر از رئیس جمهور بعدیه یا هر چیز دیگری. همیشه اینجوره دیگه. پوپولیسم در واقع بزرگترین خصیصش اینه که خوشایند مردم رو بر مصلحت مردم ترجیح میده. میگه مردم 40,000 تومان پول هر ماه در خونتون دادن، شیرینه یا شیرین نیست؟ اکثر مردم میگن شیرینه، چون اکثر مردم در جهت تشخیص ندادن مصلحتشون مثل عوام، مثل کودکانن. ولی یک کسی هم میگه نه، من 1 ریالم به شما نمیدم، اتفاقا مالیات بیشترم از شما میگیرم، سختگیری بیشترم میکنم، ولی در این حال بالمعال همه تون رشد میکنم. این داستان عشق و اول علامت عاشقی من نسبت به تو در اینه که مصلحت تو رو بر خوشایند ترجیح میدم. خب این نکته، اگر من عاشق تو باشم باید تو رو به مصالح سوق بدم. حالا بحث اینه که مصالح انسان ها چیه؟ بر اساس مبنایی که بسیاری دارن و خود منم این مبنا رو قبول دارم، مصلحت تو در اینه که من هرچی بیشتر تو رو به حقیقت نزدیک کنم و هرچی بیشتر به خیر نزدیک کنم و هرچی بیشتر به جمال نزدیک کنم. یعنی اگر کسی تو را هرچی بیشتر به حقیقت و راستی نزدیک کرد و هرچی بیشتر به خیر و نیکی نزدیک کرد و هرچی بیشتر به جمال و زیبایی و لذت نزدیک کرد، این ستا در یک مجموعه نه به صورت تک تک نزدیک کرد، خب این مصلحت تو رو در واقع رعایت کرد. خب پس اگر من عاشق تو باشم و بنابراین باشه که مصلحت تو رو باید
خوشایند تو ترجیح بدم، همیشه باید در هر کنش و واکنشی که با تو دارم ببینم چه کنش و واکنشی است که به تو سر سوزنی حقیقت بیشتر، سر سوزنی خیر بیشتر و سر سوزنی جمال بیشتر، زیبایی بیشتر، یعنی لذت بیشتر به تو میده. هر چی بتونم تو رو به این سه تا نزدیک بکنم، اون وقت من مصلحت تو رو در واقع رعایت